راه رهایی از شبهات ایزان بیننده که شبهات ما الان چه به از بیننده طول تاریخ البته این گونه بوده اما الان چون ابزارها جدید شده همه چیز سرعت گرفته امکانات در واقع حالا بگیم امکانات بهتری در اختیار بشر هست حالا پیش با توجه به پیشرفت مادی و در واقع پیشرفت در فناوری که بشر به دست آورده الان در زمانی که ما در اون زندگی می کنیم هم سرعت گرفته انت... تولید شبهات پمپاژ شبهات و هم انتشار اونها و هم تنوع اونها که دیگه الان رسانه هم هست ماهواره ها و تلویزیون ها و خدمت شما عرض بکنم روزنامه هست و کتاب هست و اینترنت هست و شبکه اجتماعی هستند و همه این ابزارها و وسایل از اونها به کار گرفته میشه برای نشر شبهات برای حمله کردن به در واقع اعتقادات ما دین ما احکام دینی ما اهل ایمان حتی فیلم هایی که ما میبینیم درست میشه مثلا حالا در جوامع غربی و اروپایی که در واقع موج اسلام فوبیا رو میبینیم و تبلیغاتی که بر علیه مسلمان ها هست و فیلم هایی که در این زمینه درست میشه و میبینیم که مثلا تو فیلمیان یک شخص و به فرض مثال در, در مورد مسلمان ها این فیلم درست میکنن طرف ریش داره نماز داره میخونه بعد چند لحظه بعد میره مثلا زن کتک میزنه یا میره تو خیابون مثلا مواد منفجره میذاره و چند نفر رو میفرسته رو هم. نشون میده که اخلاقش بده نشون میده که نمیدونم و میخواد اینو در واقع اینها سیگنال هست که میخواد به بیننده بفرسته این سیگنال ها رو و این پیام ها رو و اینطور به بیننده القا بکنه که نگاه کنید مسلمان مسلمان همچین شخصیتی یک شخصیت خشن شخصیت بد اخلاق یک شخصیت افرادگرا یک شخصیتی که نمیتونه با جامعه بسازه با دیگران در واقع خشونت طلب هست افرادگرا هست تروریست هست و همه این تبلیغاتی که دارد بر علیه مسلمان ها میشود در قالب فیلم ها در قالب کتاب هایی که نوشته میشه و با ابزارهای مختلف ایزان بیننده شبهاتی که در مورد شخصیت مسلمانان، در مورد احکام ما در مورد دین ما در مورد خود اسلام اصلا در مورد کتاب ما در مورد پیامبر ما صلی الله علیه وسلم این کاریکاتور های آمیزی که این خبیص ها در واقع منتشر می کنند و بعضی از مقامات و صاحبان قدرت اونها از اینا حمایت می کنند پس و این مبارزه های زن بیننده من پرانتز باز کنم مم. که بر علیه اهل ایمان میشه بر علیه ما مسلمان ها میشه مبارزه ای که با پیامبر ما صلی الله میشه اهانت هایی که میشه خداوند همونطور طور که ما در کتاب الهی داریم لا تحسبو شرا لکم اینو نپندارید که اینها برای شما شره چه خداوند متعال در پی اینها یعنی چه گاهی وقتها دشمن, دشمن رو انجام میده که اون حماقت اینقدر به مسلمان ها و به اهل ایمان و به دین خدا نف میرسونه که شاید ما با فعالیت خودمون با سخرانی با برنامه هایی که با رسانه ها و برنامه های دینی که داریم با نمیدونم مؤسسات شرعی و دینی که هستن با در واقع دانشگاه های اسلامی با مدارس دینی با مساجد ما با کتاب های اسلامی که نوشته میشه شاید ما نتونیم این همه خدمت بکنیم یعنی گاهی وقتا اونها با حماقت های خودشون در واقع باعث میشن که باعث رشد این دین اصلا میشن تو همین مدت چقدر تو فرانسه مسلمان شدن چقدر روی آوری به قرآن کریم بیشتر شده شناسایی شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤسسات جدیدی باز شده رسانه های جدیدی باز شده برای در واقع شناساندن شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نشر سیرت نبوی و برای در حقیقت تبیین سنت نبوی نشر سنت نبوی همه اینها توش خیر هست و این دین ازانه بیننده این امت اومده که بمونه این امت رو نمیشه نابود کرد این دین رو نمیشه نابود کرد یعنی اگه تمام قدرت ها با تمامی ابزارها با تمامی هزینه هایشون که هزینه هایی که میکنن با تمامی ابزار هایی که به کار میگیرن ابزار های مادی اما اون که خداوند متعال میخواد رقم بزنه و مکر و مکر الله اونها مکر میکنن الله متعال هم مکر میکنه والله خیر الماکرین و امور به سمتی میره که اصلا اونها انتظارشون ندارن اونها از خودشو ندارن. اونها های خودشون رو میکنن اونها برنامه ریزی های خودشون میکنن اونها مبارزه های خودشون میکنن اونها در حقیقت اتاق فکرهای خودشون رو دارن از های خودشون رو نیروهای بابت این تربیت میکنن برای مبارزه با کتاب الهی برای مبارزه با قرآن و سنت برای مبارزه با اهل توحید با دین خدا با حاکمیت دین خدا اما والله متم نوره ولو کره الكافرون در آیه دیگه ولو کره المشرکون حتی یکون دین و کله لله این دین ازانه بیننده در حقیقت این امت خواهد موند پس ضربات و حملات نه تنها این امت رو زمین گیر نمی کنه بلکه باعث تقویت این امت میشه تاریخ اینو ثابت کرده و هرگاه که ضربات شدیدتر بوده این امت با قوت بیشتری بلند شد